بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه تدبر در قرآن کریم. امیدوارم که در هر کجا که باشید صحیح و تندرستی همیشه لباستون باشه و در سایه لطف پروردگار متعال رابطه ما با کلام او همیشه مستحکم و پایبندی ما با شریعت او همیشه مدام و دائم باقی باشه. در سیرت و سلوک ما اطاعت و عبادت شریعت الهی نمودار باشه و افتخار ما با به دست آوردن مدال رضایت الهی همیشه به عنوان معیار در قلب ما جا داشته باشه. رسیدیم به ششمین آیه سوره مائده، آخرین سوره نازل شده بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که نعمت‌های عدیدی رو یاد آور میشه و مهمترین و با ارزشترین موضوعی که به طور مکرر برامون میاره تعهد به وظایف مسئولیت هایی هست که به گردن میگیریم، وظایف مسئولیت هایی که در قالب احکام و شریعت الهی به گردن گرفتیم و وظایف مسئولیت هایی که در قالب عقود و پیمان های اجتماعی با دیگر هم نوعان خودمون به گردن گرفتیم، پیمانی که از پیوند زناشویی آغاز میشه که بر مبنای عدالت و حق و حقوق طرفین هر دو نفر باید پایبندی به این پیمان باشن و تا رابطه عادلانه و صمیمی و به همین صورت نزدیک بین تک تک احاد جامعه‌ای که به عنوان جامعه دینی و اسلامی ما ازش یاد میکنیم. انسان مؤمن حتی با غیر مسلمان هم تعهد و پیمان خودش رو آنچنان پایبند میمونه که به هیچ عنوان فردی نمیتونه بهش حس دوگانگی فکری دست بده که به خاطر اختلاف فکری پایبندی و التزام به عهد و پیمان در فرد مقابل که مسلمان باشه ضعیف ظاهر شد، بلکه برعکس انسان مؤمن در پایبندی با در عهد و پیمان با غیر مسلمان ها شدت و جدیت بیشتری رو نشون میده تا اینکه هیچگاه حس غلط تمایز و تبعیض در غیر مسلمان نسبت به رفتار یک فرد مسلمان ایجاد نشه. این چیزی هست که در سیرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم با کمال وضاحت و روشنی به چشم میخوره و در سیرت صحابه هم به همین صورت که پرتوی از زندگی نبی در زندگی اونها میشه مشاهده کرد به چشم میخوره. میبینیم که اختلافی که بین فرد یهودی و مسلمان میشه
فرد یهودی پیشنهاد میکنه که به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم بریم و منافقی که در ظاهر مسلمان هست رضایت به حکم پیامبر و حکم مشاور پیامبر صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر و مشاور دومشون حضرت عمر رو راضی نمیشه. آیه ششم سوره مائده که موضوع برنامه امشب ما هست به عنوان آیه وضوء ازش یاد میشه. واقعیت اینجاست که حکم وضوء با این آیه ابلاغ نشده، چون این آیه گفتیم که در ضمن سوره مائده هست و سوره مائده هم سوره ای هست که در حجت الوداع در آخرین ایام یا ماهای زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر ایشون نازل شد و وضو هم در واقع حکمی هست که از بدو فرضیت نماز این حکم هم به پیامبر ابلاغ شد، بلکه جبریل پیامبر رو آموزش داد وضوء همانطوری که نماز رو بهشون آموزش داد و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم صحابه رو آموزش دادند و جزو اولین مظاهر عبادی بود که قبل از هجرت، البته با کیفیت عدم اکتمال شکل نماز، این عبادت در مکه بر مسلمان ها فرض شده بود. در سفری که پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان سفر معراج ازش یاد میشه، این وظیفه شرعی رو از پروردگار متعال گرفتند. یعنی صحابه به طور عملی احکام چیزی رو به عنوان وضوء از پیامبر یاد گرفته بودند و عملا با نظارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وضوء صحابه مطابق با شریعت و مطابق با حکم شرعی انجام میشد و حتی در مواردی که احساس میکردند که قصور یا کوتاهی یا عدم دقت در رعایت بخشی از اندامهای وضوء مثل شستن پا هست، میبینیم که به طور مکرر در مواردی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جمله هایی میاد که درش هشدار هست که مواظب باشید که از بخش پشت پا غافل نمونید که چیزی دور از شستن یا خشک باقی نمونه. عاملش هم میدونید که به خاطر اینکه پشت پا جایی هست که من به خاطر ریختن آب از جلو و گاهی ازش انسان غافل میمونه و گاهی هم خشک میمونه و گاهی هم به خاطر سرمای شدید شاید در شستن پا دقت بیشتری اعمال نمیشه. به خاطر این احادیث مکرر در هشدار دادن صحابه در ارتباط با ماندن بخشی از پشت پا از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل است. اما احادیثی که از صحابه میاد یا از وصف وضوء پیامبر صلی الله علیه و سلم به طور مستقیم میاد یا صحابه وضوء میکنن و میگن که وضوئی که پیامبر صلی الله علیه و سلم کردن رو به شما نشون میدیم، برای تابعین این کار رو انجام دادن، این احادیث متواتر هست، با کثرت هست و چیزی نیست که جای اختلاف و بحثی رو در خودش داشته باشه. امت اسلام نسل به نسل عملا این وضوء رو یاد گرفتن و به همدیگه انتقال دادن. اینکه یک فرقه بیاد و بخواد خودش رو از بقیه
امت اسلام جدا کنه و یکی از مهمترین اندامهای وضو که پا باشه رو به طور استثنایی از اعضای شستن در وضو جدا کنه، این بحث بسیار شاذ و در ذات خودش هم در تعارض با نص قرآن هست، هم در تعارض با عمل امت اسلام هست، هم در تعارض با روایات متعدد متواتر از پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. قومی که در شرک غرق باشن هیچگاه نمیشه انسان توقع داشت که جزئیات دین رو بتونن به صورت درست درک کنن. قومی که اصول و مبانی اعتقاد و اندیشه دینی براشون روشن نباشه یا نخوان روشن بدونن و آگاه بشن، شخصیت هایی رو از مقام پیامبر و حتی به مقام خود الله متعال میرسونن، به اونها علم غیب و گرداندن جهان آفرینش رو نسبت میدن، خلافت الهی رو به اونها نسبت میدن. خب از اون قوم توقع نیست که جزئیات دین که وضو مثلا باشه یا وظایف شرعی دیگه باشه رو به درستی بفهمن یا به درستی با امانت انتقال بدن. به هر حال اگر فرض کنید با بحث علمی هم انسان بخواد در این زمینه وارد بشه، موضوع روشن و واضحی هست که با کثرت دلائل هیچ جای شبهه باقی نمونه. برمیگردیم به آیه وضو که مثل بقیه آیاتی که در قبل از این آیه وجود داشت، همه اینها در واقع تذکر بر وظایف هست نه تأسیس وظایف هست. یعنی آیات ما قبلا عیناً اینطوری بود، یعنی آیات ما قبل شما اگر بهشون پرداختیم، حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله، اینایی که حرام شده اینا میگه در حالت ماضی، یعنی قبل از این اتفاق افتاده، چیزی نیست که قبل از این حلال بود، یعنی قبل از روز حجت الوداع اینا حلال بود، مردار حلال بود، خون حلال بود، گوشت خوک حلال بود و در اون روز حرام شد. این فقط بحث تأکیدی و در این حال ذکر نعمتی رو الله متعال میکنه که به وسیله اون نعمت الله متعال دین خودش رو تکمیل کرد و رضایت خودش رو با استسلام در قبال این احکام اعلان کرد. به همین صورت بقیه آیه هم این موضوع رو در بر داره، احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب و حل لکم، همه اینا و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب، همه این احکام احکامی نیست که بگیم تأسیسی در لحظه ای که این آیات نازل شد ابلاغ شد و قبل از این احکام وجود نداشت. همه اینها در واقع یاد آوری و تأکیدی بر حکامی هست، حقیقت هایی هست که وجود داشت. ای اهل ایمان، این دومین بار است که اهل ایمان در این سوره مخاطب قرار گرفته میشن و این سوره جزو بیشترین خطاب ایمانی رو انسان در این سوره مشاهده میکنه. یا الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، آنگاه که برای نماز بلند شدید بشورید صورت های خودتون رو و دست های خودتون رو تا مرافق. مرفق به آرنج میگن، مرفق تا آرنج. باز هم گفتیم که متاسفانه اهل بدعت که میخوان از اهل توحید جدا بشن به جای الی المرافق میگن من المرافق، تا از مرفق شروع کنید. نهایت شستن رو قرآن کریم ذکر میکنه و در واقع انتها در ضمن هم میاد، یعنی خود مرفق هم باید شسته بشه. البته گفتیم که این اموری که در این
آیه میاد تأکید بر اصولی داره در وضوع که این اصول بیشتر از بقیه احکام وضوع باید برجسته باشه و عنوان فرض یا رکن ما در این وظیفه شرعی اونها رو میشناسیم. و اما نظر سنت عملی که میدونیم برای وضوع گرفتن اولین نکته ای که وجود داره نیت هست و اینجا هم البته به طور ضمنی میشه استنباط کرد قمتم الی الصلاة، خب طبیعتا وقتی بحث نماز هست یعنی اراده نماز کردید یعنی نیت هست، وضوع هم نیت لازم داره، بعد بسم الله هست، بعد از این دستا رو تا مچ شستن هست و بعد مزمزه و استنشاق هست و به هر حال تفصیل مواردی که در ضمن این وظیفه شرعی وجود داره در سنت عملی پیامبر صلی الله علیه و سلم و سنت قولی پیامبر صلی الله علیه و سلم مشاهده میشه. بشورید وجوهتون رو، صورتاتون رو و دستایتون رو تا آرنج. وامسحوا برؤوسکم، و سرهاتون رو مسح کنید. این ترتیب هست، ترتیبی است که صورت هست، بعد دست هست و بعد مسح سر هست، بعد شستن پا هست. اون چی که موضع نمیتونیم بگیم استدلال بلکه بگیم بهانه برای اهل بدعت هست این جمله ای هست که واو عطف داره و این که در واقع اسمی هست که واو عطف داره و این عطف رو بر ما قبل تلقی میکنن که اینجا اومده ومسحو برؤوسکم، سرهاتون رو مسح کنید، میگن در ند و ارجلکم، یعنی اینا اونها میگن که و سرتون رو هم مسح کنید، در صورتی که آیه بسیار روشن هست. این جمله در واقع ومسحو برؤوسکم، این جمله بهش میگن جمله معترضه. برای ترتیب اعضای وضوع یا ارکان وضوع این جمله در اینجا قرار گرفته، اما ترتیب زبانی یا لغویش اینطوری هست که فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و ارجلکم، یعنی اغسلوا وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم، دقت کنید، ارجلکم وجوهکم ایدی یکم، اینا همشون بر یک حکم اغسلو، یعنی با این فعل بهش میگن منصوب هست به خاطر اینکه مفعول هست، وجوهکم و عطف بر این مفعول هست که همه اینا فتحه گرفته و اینجا هم فتحه گرفته. اما این جمله‌ای که در وسط اومده به خاطر رعایت ترتیب اعضای وضوع این جمله با از این معطوف جدا میشه به خاطر اینکه از نظر اعراب اینجا فتحه داره و اینجا هم برؤوسکم کسره داره، فمسحوا برؤوسکم و ارجلکم. و تأکید بر غسل جایی میاد که همانطوری که ایدیکم میگه الی المرافق، شستن دستا تا آرنج هست، پا هم میگه الی الکعبین، تا برآمدگی پا هست، دو تا برآمدگی دو طرف پا که بهش کعب گفته میشه. روشن واضح این هر پای دو تا کعب یا دو تا برآمدگی داره که مثنا آورده تا اینکه تأکید بر هر دو سمت بشه و فراموش نشن که هر دو طرف رو کاملا بشورید آب بهش برسه. و این کنتم جنبا فطهر، اگر هم که در حال جنابت بودید طهارت بکنید، یعنی اینکه غسل بکنید. این اصطلاحات یا این تعبیرات قرآنی خب عمل نبوی روشن میکنه که این طهارت یا تطهیر یا غسل کردن باز با چه شکل و چه صورتی عملا انجام میشه. شستن کل بدن هست که قبل از اینکه شخص بدن رو بشورید سنت هست که اعضای وضو رو یا
یا همون وضوعی که برای مثل باید بگیرید رو وضوع کن بگیرید و بعد از این بر سمت راست و سمت چپ آب بریزید، بعد در سرتون آب بریزید، کل بدن باید شسته بشه. و این کنتم مرضا او علی سفر، اگر هم که مریض باشید یا در سفری باشید یا اینکه کسی از شما از دستشویی اومد یا یعنی قضای حاجت کردید یا اینکه نزدیکی کردید با زنی، فلم تجدو ماء، و آبی رو نیافتید، فتیممو سعیدا طیبا، تیمم کنید با خاک پاکی که بایش مس میکنید، فمسحو به وجوهکم و ایدیکم منه، با مس کنید صورتاتون رو و ایدیکم با و به همیشه دستاتون رو از این خاکی که خاک پاکی که برای تیمم انتخاب کردید. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، الله متعال نمیخواد براتون حرجی رو بذاره، شدت و سختی رو بذاره در دین، ولیکن یرید لیطهرکم، ولی میخواد که در واقع طهارت پاکیتون رو بهش برسید. گفتیم اینجا اراده، اراده تشریعی هست تا این احکام با این عمل عبادی پاکی رو به دست بیارید. ولی یتم نعمته علیکم، و این پاکی در واقع کمال نعمت الهی رو در بر داره. لعلکم تشکرون، باشد که شما شکر این نعمت رو که احکام الهی و شریعت پاک پروردگار متعال هست رو بیاد داشته باشید. این شکر رو به جا بیارید با اطاعتش، با قدر شناسی این نعمت که اسمش هست شریعت. این حکم شرعی یک نعمت هست. یکی از دوستانی که تماس میگیرن با واتساپ متاسفانه تماس صوتی برقرار نمیشه، صدای خودتون رو بذارید، پیامتون رو بذارید، حتما انشالله در بخش دوم برنامه پاسخ خواهیم داد انشالله، ولی متاسفانه تماس صوتی برقرار نمیشه. حتما من به سوالاتتون نگاه خواهم کرد و پاسخ هم انشالله خواهم داد. یکی از مظاهر شکر نعمت این هست که اون نعمت رو به درستی انسان به خوبی انجام بده، از روی رغبت ارزش و قدرش رو بتونه. یکی از مواردی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در زندگی خودشون در بعض طهارت رعایت میکردن همین بود که همیشه با وضو بودن، همیشه وضو میگی، هر وقت وضوشون میشکست دوباره وضو میگرفتن. نعمت طهارت و پاکی هست، این نعمتی هست که در واقع قدرشو کسی میدونه که از این نعمت محروم باشه، یا قدرشو موقعی میدونیم که اونایی که از این نعمت محرومند رو ببینیم. من محروم جزئی رو میگم، شما داخل مسجدای اهل بدعت بشید از بوی پا نمیتونید اصلا نزدیک به مسجد بشید، داخل مسجد رفتن که جای خودش رو داره، به خاطر محروم بودن از این نعمت، نعمت هدایت، نعمت شریعت. با ابتلاء به این بدعت برشون واجب کردن که باید حتما پا رو مس کن، و اگرم بشورید بعد از مس کردن
و رطوبت شستر شما به مس کردن رسید وضوتون باطله. این همه رو فقه ملاها به خوراک مردم دادند، در صورتی که اگر فرزن ماز در هنگام مس کردن سر مقدار آب بیشتری باشه، هوا گرم باشه، مس بکنید به اندازه‌ای که سرتون خیس بشه، وضوتون باطل نیست، مگر اینکه بخواید مخالفت عمدی با شریعت بکنید. خب طبیعتاً عبادت هست. این شدت و این عناد در مخالفت با شریعت شده بلا. در خیلی از مسجدها می‌نویسن که لطفاً پاهایتون رو بشورید. خب وقتی که شما خودتون گرفتارید با بوی پا، به جایی که در مسجد میگید به جای پایاتون رو بشورید و کسی هم نمیتونه بشوره، باز با فتوای دومی که شما گذاشتید و اگر بشورن باز وضوشون باطل میشه، بدون بعد با فاصله بشورن و نمیشه هم شست با اون سرعتی که خصوصا تو جاده ها ناچارن. خب درست کنید سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو بپذیرید، برگردید به شریعت. طهارت پاکی نعمتی هست. من برای اینکه این موضوع روشن‌تر بشه، دو مورد از این نوع عطر رو در قرآن براتون میارم تا بهتر قضیه رو ببینید که موضوع بسیار ساده‌ای هست. در یک ترتیب روال، ترتیب عادی که یک وظیفه شرعی انجام میشه، کلمات قرار میگیره و نظام جمله بندی در زبان عربی معنای خودش رو کاملا روشن در بر داره و نیاز به هیچ گونه تکلفی هم نیست، مگر کسی که مریض باشه بخواد سوء استفاده کنه از نصوص. نمونه اولش رو اولین آیه سوره نساء ببینید. در اولین آیه سوره نساء الله متعال جمله رو میاره، میگه واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. مراقب باشید از الله متعالی که پرسیده میشید در ارتباط با او، تساءلون به والارحام. دقت کنید، این معطوف اگر بر این بار ما قبلش معطوف می بود، باید می بود تساءلون به والارحام، با کسره باید می بود، ولی اینجا با فتحه اومده، چون این جمله تساءلون بهی این در بین به طور وصفی معترضه میاد و این عطف در واقع معطوف است به لفظ جلال الله و اتقوا الله، با فتحه‌ای که مشاهده میکنید الله و اتقوا الله والارحام. مراقب باشید، رعایت کنید احکام الهی رو، رابطه خودتون رو با الله مراقب باشید و حق و حقوق ارحام رو مراقب باشید. مراقب ارحام باشید و مراقب الله باشید. دو حق رو در نظر بگیرید. روشن واضح است. مفتوح است، اینم مفتوح است و این به عطف اون است. عین این تعبیر در آیه سوره توبه بهتون نشون میدم. آیه در ضمن این آیه میاد ان الله بریء من المشرکین ورسوله. ای ورسوله اگر معطوف باشه بر ما قبلش اصلا جمله معکوس میشه و کفر میشه، ولی این جمله در واقع عطفش بر ما قبل نیست، عطف هست بر رسوله، بر لفظ جلاله، بر موقعیتش که در موقعیت رفع هست با فتح میاد و رسوله. اگر این رسوله رسولیهی خونده بشه نعوذ بالله، کلا معنا عکس میشه که خداوند بری هست از مشرکین و نعوذ بالله خداوند بری هست از نعوذ بالله از رسولش. این خب کلا معنا عکس اون چیزی است که الله متعال میگه که الله از مشرکین بری هست و به همین صورت رسولش
بری است. این نوع تعبیر در قرآن کریم و در زبان عربی اهداف بلاغی متعددی رو دنبال میکنه که در براغت میاد. در آیه سوره مائده و آیه وضو بحث ترتیب وضو هست، در اینجا بحث ادب با پروردگار متعال هست که الله و مخلوق کنار هم نیومدن، به فاصله اومده تا اینکه ادبیات گفتاری در مقابل خالق و مخلوق با هم در یک سطح قرار نگیرند. با توجه به اینکه نیمه وقت اول برنامه تموم شد، میان برنامه با هم میبینیم، بعد از دیدن میان برنامه برخواهیم گشت انشاءالله و هم ادامه آیه رو، آیه بعدی رو خواهیم پرداخت و هم به سوالاتتون پاسخ داده خواهد شد. میان برنامه میبینیم، برمیگردیم. بیا از وی ببر نوری
انوار است، که او مصباح انوار است. بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. با عرض سلام مجدد خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم در برنامه تدبر در قرآن کریم، ادامه موضوع بحثمون در ارتباط با آیه ششم سوره مائده هست که آیه وضوء بود. گفتیم که یکی از بزرگترین نعمت‌های پروردگار متعال شریعتی هست که برامون فرستاده و قدر این نعمت رو با اطاعت از این شریعت باید بدونیم. شکر این نعمت در قدر شناسی اون هست، بدونیم که قدر اینها چی هست، ارزشش چی هست. اینجاست که بحث وضوء که پیش میاد، میبینیم که سنت هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای هر وضوئی، برای هر نمازی وضوء میگیره. قرآن کریم میگه اذا قمتم الى الصلاه، توش بحث هست که هرگاه برای نماز بلند شید، آیا هر وقت که بلند بشین چه وضوء داشته باشین، چه به غیر وضوء باشیم باید وضوء بگیریم. خب طبیعی است که اقتضا این هست که اگر وضوء نداشته باشید باید وضوء بگیرید، وقتی وضوء داشته باشید نیاز به تجدید وضوء نیست. و موارد مکرری هم ثابت هست از پیامبر صلی الله علیه و سلم که مثلا در غزوه خندق با یک وضوء چند نماز خوندن، و به همین صورت صحابه هم موارد زیادی رو به نشون دادن با یک وضوء چند نماز رو خوندن و اشکالی هم در این وجود نداره. اما سنت این هست که انسان با برای هر وضوئی، برای هر نمازی یا برای هر بعد نمازی وضوئی رو بگیره. حالا شاید وضوء با تخفیف یا با یک مقدار مصرف کمتر آب صورت بگیره، با حد اقلی که میشه انجام داد، که در خیلی از موارد شستن بسیار کم یا استفاده کم آب رو هم بهش مس میگن، میشه با حد اقل شستن اکتفا کرد وقتی که وضوء انسان داشته باشه. همونطوری که در تعلی روایت هست که پیامبر صلی الله علیه و آله که ایشون وضوئی رو برای چون وضوء داشت، وضوئی خیلی با آب کمی گرفتن و گفتن و حتی که یعنی به اندازه که فقط بدنشون اندامشون خیس شد و گفتن این وضوئی هست برای کسی که خود وضوء داره. ولی به طور عموم گفتیم که قدر نعمت ها رو دونستن، بهش رغبت داشتن هست، بهش اتصال داشتن هست، به اون نعمت همیشه وابسته بودن هست. انسان با نعمت نماز وقتی که وابسته قدرش رو میدونه، خب در حد ادنا که بهش توجه نمیکنه، نمیخواد رفع مسئولیت بکنه، بهش رغبت و محبت خاصی داره، بهش وابستگی خاصی داره، در انتظار نماز می ایسته، نوافل می خونه. همین صورت بحث طهارت که پیش میاد، هر وظیفه شرعی دیگری و تمام موارد متعددی که درش التزام به دین هست و انجام وظایف شرعی هست، همه این موارد در واقع باید به عنوان نعمت ما بهش نگاه کنیم. علاقه خاصی رو در دل باید داشته باشیم نسبت به اونها، التزام و پایبندی، و به همین صورت به صورت درست و صحیح انجام دادن اونها برامون باید خصلت و خوی دائم باشه. چی میخواد این در عبادات فردی باشه یا عبادات جمعی باشه یا عبادات مالی باشه یا روابط اجتماعی باشه. آیه بعد که آیه هفتم باشه، میگه وذکرو نعمت الله علیکم، بیاد بیارید نعمت پروردگار متعال رو بر خودتون. نعمت کجا هست؟ و میثاقه الذی وثقکم به،
با اون عهدی که با شما به بست یا استحکامش داد. اذ قلتم سمعنا و اطعنا، اونجایی گفتید شنیدیم و گوش کردیم. این جمله سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، این جمله ای هست که در واقع هر کسی که ایمان می آورد سمع و طاعت خودش رو در مقابل پیامبر صلی الله علیه و سلم اعلان می کرد، خصوصا وقتی که انصار در دو موقعیت مختلف اومدن با پیامبر صلی الله علیه و سلم، در دو سال پی در پی اومدن با پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت کردند و اعلان حمایت کردند. عقبه اولا و عقبه ثانیه در واقع هست، یعنی دو مورد بود در دو سال پی در پی در حج اومدن و اعلان کردند و حمایتشون با پیامبر صلی الله علیه و سلم، اعلان ایمان کردند و بعد از اون پیامبر صلی الله علیه و سلم تصمیم بر هجرت به مدینه گرفتن. همه اهل ایمان این دو واژه رو ضمن رفتارشون بعد از ایمان تعبیر میکنن، یعنی وقتی که ایمان میارن سمعنا و اطعنا رو به عنوان یک راه و خصلت دائم و ثابت در پیش روی خودشون میذارند. هرگاه قول الهی، کلام الهی، حکم الهی بهشون ابلاغ شد میگن گوش کردیم و اطاعت کردیم. و اتقوا الله، مراقب باشید که الله متعال رو مقامش و یکتاییش و حیثیتش رو از یاد نبرید. مراقب الله یکتایی باشید که شما رو آفریده، در کنترل او هستید، در حمایت او هستید، در رقابت او هستید و در عبادت او باید بمونید. ان الله علیم بذات الصدور، الله متعال اون چیزی که در دل هاتون وجود داره اطلاع داره، آگاه هست بر نیاتتون، بر ارادتون، بر تمام اون چیزی که در درون خودتون دارید حمل میکنید. این تعبیر در واقع تعبیر قرآنی تأکید بر تعهد و مسئولیتی هست که در اصطلاح ایمان ما در واقع دار با الله متعال پیمان می‌بندیم و اعلان عبادت و اطاعت او رو به طور خالصانه به زبان میاریم. و سمعنا و اطعنا هم در خاتمه سوره بقره هم در ضمن نیایش بسیار بلیغی که قرآن کریم به ما یاد آور میشه، باز به گونه دیگری ما شاهدش هستیم. این حکم، یعنی حکم طهارت یا وضوء که در این سوره، در این آیه دیدیم، در واقع با احکام ما قبل که در مرتبط با بود با مسائل عدیدی که برخشون برمیگشت به خورد و خوراک، برخشون برمیگشت به روابط خانوادگی، ازدواج، آیه پنجم، و در ابتدا برمیگشت به روابط عقد و عقود و روابطی که در ضمن داد و ستد و به همین صورت روابط اقتصادی و اجتماعی بین مردم هست. و آیه ما بعد هم که در ارتباط با شاعر الهی و رعایت حرمت های این، همه اینها در کل یک پیوند جمعی همه رو با هم یک جا میکنه و اون این هست که همه اینها احکام الهی هست، ان الله یحکم ما یرید، همه اینها اطاعت اونها
تقوای الهی ترقی میشه و عدم اطاعت اونها بازخواست و عقاب پروردگار رو در بر داره و در نهایت همه اینها دین هست به هر نوی که میخواد باشه، چه میخواد در بحث عقود و دادستد باشه، چه میخواد در خورد و خوراک باشه، چه میخواد در روابط زناشوی خانوادگی باشه، همه اینها دین هست و همه اینها نعمت پروردگار متعال هست و رضایت پروردگار متعال در اطاعت در همه این احکام است. این در واقع ارتباط بسیار قویی که بین تمام این احکام وجود داره باید نگاه ما رو به شریعت نگاه شامل و جامعی بکنه و فکر نکنیم که عبادت و اطاعت شریعت خلاصه میشه در یک سری اعمال فردی، در یک سری از فضائل اعمال عبادی محضی که فقط در قالب ذکر و نماز و امثال اینها میتونه ظاهر بشه. فضائل اعمال همه اینا فضیلت هست، تعهد به حقوق مالی دیگران جزء فضائل اعمال هست، رعایت حرمت های حقوقی چی میخواد مالی باشه، چی میخواد حیثیت و آبروی دیگران باشه و چی میخواد در بحث خورد و خوراک باشه، همه اینها فضائل اعمال است و همه اینها اسلام هست و همه اینها سمع و طاعت، سمعنا و اطعنا رو در بر داره. تا زمانی که نگاه ما شامل و جامع به دین نباشه، به دینداری ما درست شکل نخواهد گرفت. به خاطر این بی‌اعتمادی به اهل دین در اوج خودش است. به خاطر این بیشترین جنایات از طرف دیندار نماهایی صورت میگیره که دین رو یا نفهمیدن یا نمیخوان بفهمن و به همین صورت بر اساس نفهمیدن و فهم غلط تمام جنایات خودشون رو با این دینداری غلط خودشون توجیه میکنن. چی میخواد آدم کشی باشه، چی میخواد جنایت و حق و ناحق کردن حقوق مردم باشه و چی میخواد حتی شرک باشه. در کل دین، جامعیت دین و شناخت دین شامل یکی از مهمترین ویژگی هایی هست که انسان به وسیله اون میتونه توفیق رو به دست بیاره و این سوره‌ای که آخرین سوره قرآن به شمار میاد، میاد تمام ابعاد و احکام و جنبه های مختلف دینداری رو برامون یک جا میاره تا هیچگاه دینداری محرف رو به عنوان دینداری نشناسیم. بزرگترین دینداری محرف دینداری حوزه است، حوزه ای که ادهی رو به عنوان روحانی، به عنوان منصبدار دین تربیت میده. ما چیزی رو به عنوان روحانی نداریم، عالم دین داریم و عالم دین هم هیچ امتیازی نسبت به بقیه مردم نمیتونه داشته باشه، باید مثل بقیه زندگی کنه، بلعکس باید از بقیه جلوتر در تقوا و پرهیزگاری، در رفتار و عملکرد صحیح، فعالیت اجتماعی، ایثارگری و قربانی باشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در تمام غزوات پیش روی همه بودن، در کاخ زندگی نمی کردن، براشون گاردی چند هزار نفری نبود که فقط جان ایشون رو حفظ کنه و کاخ ایشون رو حفاظت بکنه، براشون مقام و ویژگی خاصی قائل نبودند که در مجالس و در جایگاه ها براشون اسکورتی باشه و براشون عبارات و القاب طولانی چند صفحه‌ای رو به کار بگیرن. داخل مجلس که می شدن
کسی تشخیص نمیداد که پیامبر کدوم هست، ابوبکر کدومه، عمر کدوم هست، اگر از قبل آشنایی نداشتند. این سیرت رو داشته باشیم، اون موقع میشیم عالم دین. در غیر این صورت میشیم کاسب دین. کسبه دین و عمل دین با علمای دین اختلافشون در اینجاست که انما یخشى الله من عباده العلماء، در خشیتشون، در ایثارگریشون، در زهد و تقواشون، در پرهیزگاری و در قربانی دهندگیشون ظاهر میشه. بیننده پرسیدن که 124 هزار پیامبر که از طرف الله مأموریت داشتن در زمین بیشتر از چه نسلی بودن؟ آیا اسم این 124 هزار پیامبر جایی موجوده؟ در قرآن کریم فقط اسم 25 پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده و حدیثی که در 124 هزار پیامبر اومده، این حدیث از نظر سند اهل تحقیق و محدثین نقد کردن و از صحت برخوردار نیست. در نتیجه اینکه ما بگردیم که اینها از چه نسلی و از بودن و نبودن، در واقع بی اساس هست، به خاطر اینکه اساسا این حدیث روایتش درست نیست. اما اینکه انبیایی که اومدن در قرآن اومده، خب قرآن کریم خودش هم میگه که منهم من قصصنا علیک منهم من لم نقصص علیک، برخی ها رو ما به تو گزارش دادیم و برخی ها رو هم گزارش ندادیم. الله متعال نمونه های مختلفی رو بر حسب نیاز جامعه برای تبیین و روشنگری نمونه برداری کرده، از تاریخ، از آیات و دلایل مختلفی که در جهان آفرینش وجود داره، تا ما بر اساس این نمونه ها درس و پند لازم رو بگیریم و مسیر صحیح رو بتونیم بشناسیم و تاریخ رو به طور مجرد اطلاع داشتن هدف قرآن نیست که ما فقط بخواهیم داستانی رو بدونیم. پس داستان در ذات خودش به عنوان یک هنر در قرآن مطرح نیست، بلکه برای به عنوان عبرت هست. عبرت لأولی الالباب، ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیه و هدى و رحمة للمؤمنین. بله، دوستی پرسیدن آیا برای ایرانی های اهل سنت حنفی امثال بنده شرایط تحصیل در دارالعلوم دیوبند و دوستان وجود داره یا جام دارالعلوم حقانی پاکستان؟ دوست عزیز، لزومی نداره شما برای دین یاد گرفتن حتما باید برید به یکی از این مراکزی که شهرت داره و نام داره و زیاد در مورد این مراکز به شما گفتند. در هر مرکزی از مراکزی که حتی میتونید آنلاین هم شما دینی رو یاد بگیرید، شاید در یک زمانی، در یک موقعیتی این مراکز به هر حال ارزش خاص ویژه خودش رو داشته، ولی خب الان الحمدلله شرایط فراهم است که شما نیازی نیست که خودتون رو به رنج بندازید که حتما باید برید نمیدونم در پاکستان دا جامعه حقانی ملا بشید یا برید مثلا دیوبند ملا بشید. اما همه اینها یک درس رو، یک کتاب رو دارن و هیچ فرقی هم وجود نداره. شما چه مکی زادان بخونید، چه در حقانیه نمیدونم پاکستان بخونید و چه در دیوبند بخونید، همشون کتابشون یکی هست، استادشون هم در یک سطح هستن و امامی هم که میدن در مثل هم شبیه هست، هیچ فرقی نمیکنه، مدرکشون هم مثل هم هست، یک جنس هستن. اما قرآن و سنت رو بخواید بخونید، میتونید از در جاهای مختلف، در هر جایی که هستید دین رو بخونید و نیازی هم نیست که شما خودتون رو پایبند به مذهب معینی بدونید. قرآن دین کتاب و سنت هست. مذاهب بعد از قرن چهارم ساخته شدن، هیچ ربطی به این ائمه ندارن. نه مذهب جعفری به امام جعفر صادق ارتباط داره و نه دیگر مذاهب به اون ائمه ارتباط دارن. اینها رو ساختن، به اونها نسبت دادن
برخی از اقوالشون داره شاید باشه، بستگی به طرفدارانی داره که چقدر غلوف کردن در حق اون بزرگان. بعضی از مذاهب مثل مذهب جعفری که مذهب خود آرا و نظریات امام جعفر کلا گم شده در بین مذهبی که برایش ساختن، و به همین صورت بقیه مذاهب هم در هر جایی یک مدل خاص خودش رو داره. در نتیجه اون چی که شما مکلف هستید دین هست، و دین هم بر اساس همین که گفتیم سمینا و اطعنا، قرآن و سنت هست. مکلف به هیچ مذهبی نیستید، مکلف به قرآن و سنت هستید اگر میخواید علم بگیرید، عالم باشید. اما اگر میخواید دین رو به هر حال از هر کسی بگیرید، خب اونجا دیگه بستگی به جایی هستید، از هر فردی که بهش اعتماد میکنید احکام دین خودتون رو بگیرید، موحد باشه، بگید حکم دین رو چی هست، که این هر کسی در هر جایی بالاخره بر حسب علم خودش به شما پاسخ خواهد داد. شب شما بخیر، امیدوارم خوب و خوش و سعادتمند باشید. مطالبی که نوشتم خدا کنه که تونسته باشم یک ذره از او ایده‌ای که دارم برای شما. بله، دوستی مطالبی رو فرستاده، خیلی طولانی هست، اینو خوندنشون در برنامه غیر ممکن هست. مطالب علمی رو میشه برحال در سایت بذارید، در به همین صورت در موقعیت های مختلف ازش استفاده کنید، اما اینکه توی برنامه های شبکه ما بتونیم از این مطالب استفاده کنیم، خب طبیعتاً به این صورت غیر قابل استفاده هست. خیلی ممنون استاد مهدی. بله، دوست دیگه هم. السلام علیکم استاد، خسته نباشید. شما فرمودید که اراده الله اراده بنده، این اختیار انسان را سلب نمیکنه. بله، این بحث اراده و مشیت ما در موضوع اسماء الله مطرح کردیم، و این اون چی که ما به عنوان اراده بنده میگیم یا انسان اراده داره، گفتیم که اراده بنده افسخار و سیخته نیست که الله متعال بهش اختیار مطلق داده باشه. اختیاری هست در چارچوب حد و حدود امکاناتی که باز هم الله متعال بهش داده، یعنی هم ما محدودیت داریم در امکاناتی که داریم، و هم این امکاناتی که به ما الله متعال داده ما رو مطلقاً و افسار گسیخته نذاشته که فکر کنیم ما دیگه کلاً از دستش خارج هستیم، چون در اختیار به مثل مثلا یه خودرو که به شما داده شده یا شما گرفتید دیگه شما هستید، هر طوری که بخواید از این استفاده کنید، دیگه اون فرد سازنده هیچ گونه دخل و تصرفی درش نمیتونه داشته باشه. الله متعال که ما رو آفریده و به ما باز هم اراده داده و امکاناتی رو داده، در اختیار ما گذاشته، ما از اراده او و از حکم او و از حاکمیت او بیرون نیستیم، در این حال که در چارچوب معینی اراده داریم، حق انتخاب داریم. ما پرسیده میشیم در حد اون بخشی که اراده داریم، قدرت داریم، اختیار داریم، فراتر از اون پرسیده نمیشیم. برای متعال ما رو به چیزی اجبار نمیکنه بعد ما رو از ما چیزی رو بپرسه. این اعتقاد ما هست. ولی خب موضوعی که ما شروع کردیم انشاءالله هنوز ادامه داره، آیات بیشتری که بخونیم از قرآن کریم در این باب در برنامه آینده انشاءالله بهش خواهیم پرداخت، حتما موضوع بیشتر روشن خواهد شد. امیدوارم که الله متعال همه ما رو با اسماء خودش و صفات خودش پیوند بده و فهم و درک دین خودش و آیات و قرآن خودش رو به ما نصیب بکنه. تا برنامه دیگه، الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.